پزشکیان ساعتی پیش جلسه خصوصی رو با صدری خامنه‌ای رهبری ایران داشت و در مورد حوادث و فعالیت‌های چند ماه اخیر گزارش کاملی رو ارائه داد و دستورالعمل‌های جدیدی رو دریافت کرد. ما همراه باشید راجع به صحبت‌هایی که بین رهبری و پزشکیان رد و بدل شده صحبت می‌کنیم، همینطور در مورد دیداری که به صورت تلفنی و اینترنتی پزشکیان با مکرون رئیس جمهور فرانسه داشت و همینطور دیداری که با مقامات جمهوری آذربایجان در 24 ساعت گذشته داشته صحبت میکنیم و در مورد جزئیات اون یه مروری انجام میدیم. تا پایان رو با ما باشید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب مسئول پزشکیان بعد از دیداری که با رهبری انقلاب در ساعت پیش داشت صحبتهایی رو با رسانه ها در مورد جزئیات این جلسه انجام داد. ایشون گفتن که آنچه امروز خدمت رهبری مطرح کردیم، تدوین بودجه و آماده سازی اون برای تحویل به مجلس در زمان مشخص شده است. هیئت وزیران قراره که صبح، ظهر و حتی شب در مورد جزئیات بودجه جلساتی رو برگزار بکنن و این بودجه رو طی روزهای آینده ببندیم. پزشکیان افسود نکات و توصیه‌هایی که لازم بود رو هم در این زمینه از رهبری دریافت کردیم و بیشترین موضوعات مطرح شده در جلسه امروز مربوط به مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهایی بود که وجود دارد و پیدا کردن راه برون رفت از اونها طی صحبت‌هایی که با رهبری داشتم انجام گرفت. پزشکیان ادامه داد موضوعاتی که از اولویت‌های دولت است و رهبری هم به اون تاکید داشتن و راهنمایی‌های لازم رو نیز ارائه دادن در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. ارتباط با همسایگان و گسترش روابط از جمله در بخش‌های راه‌های ترانزیتی، شبکه گازی، شبکه ریلی و افزایش تجارت برق و امثال آن با کشورهای دیگه بود. پزشکیان تاکید داشت که گسترش همکاری‌ها با چین، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان و کشورهایی که تعامل و همکاری راهبردی با جمهوری اسلامی ایران دارند از مسائلی است که باید مد نظر دولت قرار بگیره. رئیس جمهوری گفت دولت برنامه‌های خوبی را برای گسترش روابط با همسایگان و کشورهای دیگه طراحی کرده و رهبری هم به این موضوعات تاکید داشتند. این برنامه‌ها هر چه سریع‌تر عملیاتی و اجرایی بشه برای دولت و ایران بهتر هستش. اگه این توافقات اجرایی بشن، بخش زیادی از فشار تحریم‌ها که بر دوش مردم است کاسته خواهد شد. پزشکیان افسود همکاری‌های ما فقط به چند کشور همسایه و برخی کشورهای دیگه منحصر نیست و ما مشغول گفتگو با کشورهای مختلف دنیا بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت هستیم. تصور من این است که در صورت اجرایی شدن توافق‌ها و پیمان‌ها قدم‌های بزرگی برداشته خواهد شد. رئیس جمهوری همچنین درباره لایحه بودجه سال 1404 و جهت‌گیری اون گفت مهمترین اولویت دولت در بودجه سال آینده بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق کاهش مالیات اقشار کم درآمد است. قبل از این اگه کسی 12 میلیون به بالا حقوق می‌گرفت باید مالیات می‌داد، اما در بودجه جدید این رقم به 24 میلیون به بالا افزایش پیدا کرده. پزشکیان یادآور شد افزایش پشتیبانی دولت از مردم به ویژه اقشار کم درآمد در حوزه‌های سلامت، آموزش، پرورش و همچنین در بخش کالاهای اساسی از اولویت‌های دیگر دولت در بودجه سال آینده است که تا جایی که ممکن است کسانی که از اقشار میانه به پایین هستند با مشکل مواجه نشوند. رئیس جمهور همچنین روز گذشته در دیدار با شاهین مصطفی معاون نخست وزیری جمهوری آذربایجان بر اهمیت گسترش همکاری‌های مشترک بین دو کشور تاکید داشت. در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور، پزشکیان گفت شما برادران ما هستید و گسترش روابط دو کشور برای ما ارزش بسیار بالایی دارد. پزشکیان بر احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تاکید داشت و اظهار داشت معتقدم حق حاکمیت هیچ کشوری نباید نادیده گرفته شد. از سوی دیگه باز شدن پای کشورهای دیگه به منطقه هم به صلاح کشورهای منطقه نیست، چرا که باور داریم با همکاری یکدیگر میتونیم امنیت و مسائل مرتبط با منطقه رو خودمان حل بکنیم.
این سیاست ها اصول اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است که همواره بر اون تاکید داشته و داریم. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای تفاهمات میان دو کشور افزود در دیدار با مقامات سایر کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی منطقه هم تاکید کردم که باید امکاناتی رو فراهم کنیم تا ارتباطات و مراودات میان مردم تسهیل شه. در همین راستا از تمام پروژه‌هایی که ارتباطات میان کشورهای اسلامی رو بیش از پیش توسعه بده استقبال میکنم. پزشکیان تاکید در برای تقویت و ارتقای امنیت، برقراری آرامش و ارتباط بین کشورها نیاز به دیوارکشی در مرزها نیست. باید بازارهای کشورهای اسلامی به روی یکدیگر باز شه و تجار به راحتی با هم کار بکنن. رئیس جمهور در ادامه بر ارتقای سطح همکاری میان دو کشور ایران و آذربایجان تاکید داشت و گفت از برقراری مسیرهای ریلی و بزرگراهی میان دو کشور استقبال میکنه. همچنین خواهان تداوم و گسترش همکاری ها در زمینه های انرژی و کشاورزی هستیم. اونچه در این زمینه ها توافق شده همچنان پایبند ما خواهد بود. پزشکیان در این دیدار با اشاره به رسیدگی های قضایی به پرونده فرد حمله کننده به سفارت جمهوری آذربایجان گفت این موضوع رو تا اجرای کامل روندهای قانونی دنبال و پیگیری خواهیم کرد. شاهین مصطفی معاون نخست وزیری جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کشورش برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی تاکید داشت که به نمایندگی از رئیس جمهور آذربایجان اعلام می‌کنم که خواهان گسترش روابط با ایران در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، خطوط سواب انرژی، فرهنگی، ترانزیت و تکمیل و توسعه خطوط جاده‌ای و ریلی مشترک امنیت و دفاعی هستش و برای روابط خود با ایران اهمیت زیادی قائله. و با بیان اینکه الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان خواهان تقویت آرامش و تثبیت صلح در منطقه است، اظهار داشت ما نسبت به هیچ کشوری ادعای ارضی نداریم و متقابلا ادعای هیچ کشوری علیه تمامیت ارضی خود رو هم نمیپذیریم و معتقدیم مسائل و مشکلات منطقه‌ای باید از طریق مذاکره میان کشورهای منطقه حل و فصل بشه. شاهین مصطفی با اعلام آمادگی کشورش برای تداوم همکاری گسترده با ایران و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های قبلی به برگزاری نشست بین‌المللی در باکو با موضوعات تغییرات اقلیمی در آینده نزدیک اشاره کرد و از پزشکیان برای شرکت در این نشست دعوت کرد. اما شب گذشته رئیس جمهوری ایران جلسه‌ای را به صورت اینترنتی با رئیس جمهوری فرانسه مکرون داشت و در مورد مسائل مختلف صحبت کرد. رئیس جمهور در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه محکومیت اقدامات اسرائیل در لبنان و توقف ارسال سلاح به این رژیم رو مثبت ارزیابی کرد و در این دیدار با مکرون در این مکالمه تلفنی همچنین راهکارهای توقف درگیری و برقراری آتش بس میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پزشکیان در این مکالمه تأکید داشتش که جمهوری اسلامی همواره خواستار منطقه امن و به دور از جنگ و ناآرامی بوده و از آتش بس و توقف جنگ و درگیری استقبال کرد. ایشون افزودن ما حتی در جریان ترور ناجوان مردانه اسماعیل هنیه در تهران توسط رژیم صهیونیستی با وعده آتش بس سران کشورهای غربی به امید جلوگیری از کشته شدن انسان‌های مظلوم و بیگناه مدتی خیشتنداری کردیم، اما اسرائیلی‌ها با تشدید بمباران و جنایت در غزه و گسترش اون به لبنان نشون دادن که به هیچ چارچوبی انسانی و قوانین بین‌المللی پایبند نیستن. رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از هر پیشنهادی برای ایجاد آرامش و صلح و ثبات در منطقه استقبال و پشتیبانی خواهد کرد ادامه داد جمهوری اسلامی به فکر صلح و آرامش در منطقه است و از رئیس جمهور فرانسه خواست که به اتفاق سران دیگر کشورهای اروپایی به تلاش برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف نسل‌کشی و جنایات در غزه و لبنان ادامه دهند. پزشکیان همچنین مواضع اخیر دولت فرانسه در محکومیت اقدامات اسرائیل در لبنان و غزه و توقف ارسال سلاح به این رژیم رو مثبت ارزیابی کرد. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به جلسات 24 ساعت گذشته پزشکیان با رهبری با همینطور مقامات
جمهوری آذربایجان و کشور فرانسه برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و نظرتون رو کامنت بکنید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.